احضار سفیر ایران در کابل از سوی وزارت خارجه افغانستان. و وزیر دفاع ملی میگوید تا زمانی که لانه های هراس افغانان در بیرون از خاک افغانستان نابود نشوند، شمار نیروهای امنیتی افغان کاهش نخواهد یافت. به نام خداوند یکتا و با عرض سلام به برنامه خبری این ساعت ما خوش آمدید. امروز شنبه 19 ثور سال 1391 خورشیدی برابر است با 8 می سال 2012 میلادی. من فواد امان هستم. وزارت خارجه افغانستان سفیر ایران در کابل را احضار کرده است. سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید که این کار به دلیل درخواست سفیر ایران از مجلس سنا در پیوند به مخالفت با تصویب قطعنامه موافقتنامه راهبردی افغانستان و امریکا صورت گرفته است. بعد از خواست سفیر ایران در کابل از مجلس سنا برای عدم موافقت این مجلس با تصویب موافقتنامه راهبردی امریکا و افغانستان، کاخ ریاست جمهوری میگوید که امروز سفیر ایران را وزارت خارجه در کابل احضار کرده است تا در این مورد توضیحات دهد. وزارت امور خارجه ما با سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل به تماس هستند. سفیر جمهوری اسلامی ایران از وزارت خارجه خواستند تا در این مورد از پیشان وضاحت بخواهد و همراهشان صحبت کنه. ما امیدوار هستیم که سوء تفاهماتی که در ارتباط به امضای سند همکاری های در مورد استراتژیک با ایالات متحده آمریکا در کشور دوست و همسایه ایران به وجود آمده، این سوء تفاهمات در نتیجه می تماس هایی که میان سفارت جمهوری اسلامی ایران و همچنان وزارت امور خارجه ما برقرار شده، در نتیجه تماس‌های این سوء تفاهمات رفع شود. ریاست جمهوری تاکید میکند که حکومت افغانستان به هیچ کشور اجازه نمیدهد تا از خاک افغانستان بر ضد کشورهای همسایه استفاده کند. همچنین سخنگوی رئیس جمهور تاکید میکند که هیچ کشوری نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند. موقف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان از سوی کشور دوست جمهوری اسلامی ایران درک شود که افغانستان به هیچ وجه به هیچ کشور اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور همسایه و دوست تجاوز صورت بگیره و یا از خاک افغانستان استفاده صورت بگیره علیه هیچ کشور دیگر در منطقه. از سوی دیگر، روز گذشته مشاور امنیتی رئیس جمهور افغانستان میگوید یکی از دلایل امضای موافقتنامه راهبردی افغانستان با آمریکا مداخله کشورهای منطقه از جمله ایران بوده است. این همه در حال است که به باور برخی از اعضای مجلس نمایندگان، شمار از کشورهای منطقه از جمله پاکستان و ایران در موارد گوناگون متهم به حمایت از هراس افغانی در افغانستان بودند. وزیر دفاع ملی میگوید تا زمانی که لانه های هراس افغانان در بیرون از خاک افغانستان نابود نشوند و روند صلح موفق نشود، کاهش شمار نیروهای امنیتی افغان غیر ممکن است. عبدالرحیم وردک همچنان از آغاز دور سوم روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان پیش از نشست شیکاگو خبر داده و میگوید که نیروهای افغان در این مرحله خطر زیادی را میپذیرند. عبدالرحیم وردک در نشست مجلس سنا به منظور ارائه معلومات در مورد نشست شیکاگو فرا خوانده شده بود. او در این نشست کاهش نیروی افغان را در شرایط کنونی غیر ممکن دانست. این کار شده نمیتونه مگر اینکه امنیت و کلی تامین شده باشه در افغانستان، پناهگاه‌های تروریسم در آن طرف مرزها از فعالیت باز مانده باشد و پروسه صلح و ادغام مجدد کامیاب شده. آقای وردک میگوید که در آینده نزدیک در روسیه هم انتقال امنیت به نیروهای افغان آغاز می شود که مناطق ناامن کشور را در بر می گیرد. در همین حال برخی از اعضای سنا از عدم در نظر گرفتن توازن ملیتی در تقرر افسران بلند رتبه در وزارت دفاع ابراز نگرانی می کنند. از قومای پشتوی ما 28 نفر که 6 نفر از میدان مردک است و قومای تاجیک ما 14 نفر، از داره 1 نفر، ازبک هم 2 نفر. اما در تمدید تفاوت از قومای پشتوی ما 20 نفر و قومای تاجیک ما 6 نفر، عرب 1 نفر، هزاره هم 2 نفر. اما وزیر دفاع این گفته ها را رد می کند. وقتی که تمام تعیینات تکمیل شد باز بتوانید قضاوت شما صورت بگیرد. وزیر دفاع ملی در این نشست از ایجاد یک قطعه ویژه هوایی خبر داد و گفته وی این قطعه نزدیک به 20 چرخبال در اختیار خواهد داشت و مسئولیت انجام عملیات های ویژه را بر عهده خواهد گرفت. یک قوت مشترک هوایی مخصوص عملیات خاص، یک گونه هوایی
تشکیل خواهد شد که اون شامل تیارات هلیکوپتردار هم خواهد بود و تیارات بال ثابت هم خواهد بود. آقای بردک یکی از چالش‌های جدی ارتش افغانستان را نبود نیروهای مجهز هوایی می‌داند، اما می‌گوید که تلاش‌های جدی برای ایجاد یک قوای هوایی که بتواند از حریم کشور دفاع کند جریان دارد. از سوی دیگر هند و آمریکا بر نابودی پناهگاه‌های هراس افغانان در خاک پاکستان تاکید کرده و می‌گویند که پاکستان باید اطمینان دهد که خاکش برای انجام حملات هراس افغانی در کشورهای دیگر استفاده نمی‌شود. در همین حال وزیر خارجه پاکستان میگوید که کشورش در امر مبارزه با هراس افغانی به ویژه شبکه القاعده متحد است. او همچنان اظهارات روز گذشته هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مورد حضور زواهری در خاک پاکستان را به شدت رد میکند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و اس ام کرشنا وزیر خارجه هند در یک نشست خبری در هند بر ضرورت نابودی پناهگاه‌های امن شورشان در خاک پاکستان تاکید کرده اند. خانم کلینتون گفته است پاکستان باید اطمینان دهد که برای دیگر حملات هراس افغانی از خاکش بر ضد کشورهای دیگر صورت نمی‌گیرد. ما از دولت پاکستان انتظار داریم که در مبارزه با هراس افغانی بیشتر تلاش کند. این کشور باید اطمینان دهد که از قلمروش به عنوان سکوی انجام حملات هراس افغانی در جاهای دیگر و به ویژه در داخل پاکستان استفاده نشود. حملات اخیر هراس افغانی در کابل یک بار دیگر نشان دهنده ضرورت اقدامات برای نابودی پناهگاه‌های هراس افغانان در کشور همسایه افغانستان و نیاز برای اقدامات جدی در پاکستان در امر مبارزه با هراس افغانی است. این اقدامات می‌توانند شامل بدادگاه کشاندن طراحان حملات ممبئی در پاکستان باشند. این در حالی است که روز گذشته هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده بود که ایمن الزواهری فرد شماره اول القاعده در خاک پاکستان است. این اظهارات وای با واکنش تند پاکستان روبرو شده است و وزیر خارجه پاکستان گفته است آمریکا باید اطلاعات خود را در مورد با اسلام آباد شریک کند. ما بخش از جنگ آمریکا بر ضد القاعده هستیم. ما نیاز به شریک ساختن اطلاعات مشخص در مورد الزواهری داریم. واشنگتن باید این اطلاعات را با اسلام آباد شریک سازد. در همین حال برخی از کارشناسان میگویند فشارها با پاکستان باید تجدید یابد تا این کشور مجبور شود بر ضد هراس افغانی اقدام کند. در گذشته هم پاکستانی ها هر نوع تروریست را به شمول اسامه تردید میکردند، حالا هم تردید میکنند، ولی طوری که در گذشته تشتشان از آب افتاد، از بام افتاد در مورد اسامه، بدون شک در مورد ایمن زواهری هم تشتشان از بام میفت. این در حال است که پیش از این وزیر دفاع آمریکا از حملات هواپیماهای بدون سرنشین به خاک پاکستان حمایت کرده و تاکید کرده است که این حملات برای حفاظت از آمریکا با وجود مخالفت اسلام آباد نیز ادامه خواهد یافت. آیساف برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی مقررات عملیات های هوایی خود را مورد بازنگری قرار می دهد. در همین حال رئیس جمهور کرزی از تلفات افراد ملکی در عملیات های هوایی ناتو انتقاد کرده و هشدار می دهد که در صورت ادامه کشتار افراد ملکی موافقت نامه راهبردی میان کابل و واشنگتن مفهومش را از دست خواهد داد. رئیس جمهور کرزی عصر روز گذشته فرمانده عمومی ناتو و سفیر آمریکا در افغانستان را در پیوند به زخمی و کشته شدن 25 فرد ملکی از اثر عملیات هوایی ناتو در 4 ولایت کشور فرا خوانده و گفته است که افغانستان موافقتنامه راهبردی را با آمریکا برای جلوگیری از این گونه رویدادها به امضا رسانده است. افغانستان موافقتنامه راهبردی با آمریکا را به خاطر امضا کرد تا از تلفات افراد ملکی جلوگیری شود و زندگی مردم افغانستان مسئول باشد و اگر زندگی افغان‌ها مسئول نباشد همکاری راهبردی معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد. فرمانده عمومی ناتو در دیدار با رئیس جمهور کرزی مسئولیت عملیات‌های هوایی را بر دوش گرفته و از آغاز بررسی‌های جدی در این باره خبر داده است. در همین حال آیساف تاکید می‌کند که بررسی‌ها درباره کشته شدن افراد ملکی در بادغیس، سلمان، لوگر و کاپیسا به گونه جدی ادامه دارد و آیساف مقررات عملیات هوایی خود را نیز بازنگری می‌کند. مهم این است که تحقیقات بسیار جدی درباره اینکه این رویدادها چگونه صورت گرفته و عامل آن چه بوده آغاز شده است. ما مقررات عملیات‌های هوایی خود را مورد بازنگری قرار می‌دهیم تا از تلفات افراد ملکی جلوگیری شود. تلفات افراد ملکی همواره میان حکومت افغانستان و ناتو جنجال برانگیز بوده است، اما چرا این عملیات ها همواره جنجال برانگیز می شود؟ رئیس جمهور حق داره من رئیس مسئول اول مملکت و رئیس جمهور مردم افغانستان ابراز نگرانی بکنه، ولی از بسیاری جزئیات عملیات ها و
فعالیت طالبان در ولایت ها و کارکرد مسئولینش اصلا بیخبر است، در جریان قرار نداره. این مسئولین افغانی هستند که از آمریکایی‌ها و نیروهای خارجی تقاضا میکنند در ولایات که گروهمان دشمن در فلان آدرس یا کوردینات جابجا است، شما عملیات کنین. بهتری بود پیش از پیمان استراتژیک روی از موضوع رسیدگی میکرد، حالا که این موضوع پیمان استراتژیک امضا کرده در موافقتنامه نظامی دقت کنید که از سرنوشت و مردم خود حمایت کنید. این هم در حال است که رئیس جمهور کرزی هشدار داده است که از عملیات خودسرانه ناتو به خاطر حاکمیت ملی افغانستان چشم پوشی نمیکند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی از انتقال مواد امدادی به سیلاب زده ها در ولایت سرپل خبر میدهد. مسئولان این اداره میگویند که مواد عاجل و ضروری با وسیله چرخبال ها به منطقه فرستاده شده اند. از اثر جاری شدن سیلاب ها در ولایت سرپل دیروز 23 نفر مشمول زنان و کودکان جان دادند و صدها منزل مسکونی نیز ویران شده است. طاهر سدید گزارش میدهد. جاری شدن سیلاب در دو روز گذشته در ولایت سرپل جان 23 تن را گرفت و صدها منزل مسکونی را نیز تخریب کرد. این سیلاب ها در منطقه کوهستانی ولسوالی سانچارک این ولایت یک محفل عروسی را نیز به هم زد که تا اکنون 4 نفر ناپدیدند. مسئولان محلی گفتند که بیشتر قربانیان این رویداد را زنان و اطفال تشکیل می‌دهند. از سوی هم اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی می‌گوید کمک‌های غذایی و غیر غذایی عاجل برای خانواده‌هایی که در اثر این رویداد طبیعی آسیب دیدند از نو وقت دیروز آغاز شده است. تمام مقدار امکانات مثلا برای 100 فامیل هم مواد غذایی، مواد غیر غذایی، لباس، البسه ضروری، لحاف، کمپل، خیمه انتقال شده. به اساس گفته های مسئولان این نهاد، امداد رسانی در منطقه هنوز هم جریان دارد و مواد امدادی توسط چرخبال ها انتقال داده می شود. با این حال یکی از نماینده های ولایت سرپل در مجلس نمایندگان با آنکه توزیع کمک برای خانواده های آسیب دیده را میپذیرد، اما میگوید نیاز است تا بازمانده های این رویداد به محل امن انتقال داده شود. 24 نفر همین کسایی که کشته شدن، از این بیشتر مقصورت هنوز بر ما گزارش نشده. طبعا این کمک ها کافی نیست، هر چه کمک که دولت یا مردم یا نهادهای خیریه به آسیب دیدگان برسانه جای از این کشته شدگان را نمیگیرد. منتها کسایی که زخمی شدن و متضرر شدن و زمین های زراعتیشان مواشیشان در از اینا شاید کمک کمی محصول واقع شود. پس از سپری شدن سرمایه سخت در افغانستان، جاری شدن سیلاب ها در برخی از ولایت های شمالی آسیب های زیاد را به مردم رسانده است. ولایت های بغلان، قندوز، تخار، بدخشان و برخی از ولایت های شمالی دیگر شدیدترین نوع سیلاب ها را شاهد بودند که صدها نفر در آن کشته و مجروح شدند. تلف شدن هزاران رأس مواشی و تخریب صدها هکتار زمین کشاورزی نیز از خسارات دیگر این سیلاب ها بودند. سند امضا شده موافقتنامه راهبردی افغانستان و آمریکا برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شده است. اعضای مجلس میگویند پس از آن که این سند در کمیسیون های مجلس نمایندگان ارزیابی شود، جهت تصویب در برنامه های نشست عمومی گنجانیده خواهد شد. اعضای مجلس نمایندگان میگویند که نخست کمیسیون های هجدهگانه مجلس نمایندگان موافقتنامه راهبردی با آمریکا را ارزیابی میکند و سپس جهت تصویب در نشست عمومی روی آن بحث خواهد شد. اعضای مجلس نمایندگان تاکید میکنند که موافقتنامه راهبردی افغانستان و آمریکا را با نظرداشت منافع ملی تصویب خواهند کرد. ورشی جرگر نقاط کامل این را تک تک بررسی خواهد کرد و حوال در نقطه حوال باید ایره گفت که امضا شدن پیمان استراتژی با ایالات متحده آمریکا یک نیازی است برای کشور و برای منافع ملی ما. هر پیمان که بر منافع ملی ما سازگار باشد، ما هم به عنوان نمایندگان ملت بر او رای مثبت خواهد دادیم. در همین حال برخی دیگر از اعضای مجلس میگویند اگر در این سند مشکلات وجود داشته باشد آن را رد خواهند کرد. ملی شورا که دست نظریات او چه مثبت نظریات او چه دوی رای ورته ورکی او که دست کم سرغلونی وی او هم ملکی خلق تلف کیږي، هم د افغانستان قوانین تر پښو لاندې کیږي، دست استراتیژیک پلان ته به هیڅ کله رای ورنه کړي. این در حال است که ایران از امضای این موافقتنامه نگران است و انتظار دارد تا این سند از سوی شورای ملی رد شود. سفیر ایران در کابل به مجلس سنا هشدار داده است که اگر این سند را تایید کنند، پناهجویان افغان را از ایران اخراج خواهد کرد.
در صورت و بدنه یک دختر افغان نام الله حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و برخی از آیات های قرآن کریم نمایان شده است. این دختر به تلویزیون یک میگوید که نخست تب شدید پیدا میکند و پس از آن نام های خداوند حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و کلمه شهادت و برخی از آیات های قرآن در روی دست ها و صورتش نمایان می شود. این دختر در منطقه خیرخانه شهر کابل زندگی میکند و اکنون در یکی از مدارس دینی شهر کابل نیز آموزش می‌بیند. دستم بودم که در اون نماین شده بود یا الله او را استاد ما دیده بود مرا گفت در اون تو یا الله ناشته شده تو خانه رفتی به هم اگی بگوی ما که گفتم هم اگی در خانه خود شده ما مدت اول تو سرخ میگشت با تو میکدم با خدا نمایان میکد روز دو بار، سه بار، شاید از پنج بار یا شش بار برایم. یا الله، الله، بسم الله الرحمن الرحیم، یا محمد، لا اله الا الله محمد رسول الله نشته میشه. وزیر مالیه میگوید 40 تا 50 هزار افغانی تنخواه نماینده های پارلمان افزایش یافته است. این در حال است که پیش از این وزارت مالیه دلیل تأخیر در تصویب بودجه سال 1390 خورشیدی از سوی مجلس نمایندگان را با فشاری اعضای مجلس برای افزایش معاشاتشان دانسته بود، اما این موضوع به گونه جدی از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود. پیش از این هر عضو مجلس نمایندگان 110,000 افغانی تنخواه دریافت می‌کردند که با این افزایش تنخواه هر نماینده به 140 تا 150,000 افغانی می‌رسد. در حدود 40,000 درموچی خالصشان، معاش خالصشان 40,000، یک چیزی کمتر از 40,000 شاید تغییر و تفاوت آمده باشه. یعنی میتونه یکی از عوامل تصویب بودجه در دور دوم پیشنهاد شده؟ فکر نکنم این باشه که امتیازات وکلا بالا رفت. نه، ایره امرایشان به توافق رسیده بودم. من ایره به توافق رسیدم، امتیازاتشان به توافق رسیده بودم، امتیازاتشان به توافق رسیده بودیم. این قابل درکم هست. پولی که اینا میگیرن واقعا کم است. قراردادهای کاری برخی از کارمندان سکتور خصوصی مخالف قانون کار است. وزارت کار امور اجتماعی با بیان این مطلب میگوید که بررسی های جدی این وزارت در این مورد آغاز شده است و از حقوق این کارمندان دفاع خواهد شد. مسئولان این وزارت همچنان میگویند که قراردادهای خلاف قانون کار در برخی از رسانه ها نیز وجود دارد که مورد بررسی قرار میگیرد. وزارت کار امور اجتماعی بررسی ها در مورد چگونگی قراردادها، حقوق ماهوار و اوقات کاری کارمندان رسانه‌ای غیر دولتی را در کشور آغاز کرده است. مسئولان این وزارت میگویند که این برنامه به هدف رعایت قانون کار و حقوق کارمندان غیر دولتی در سراسر کشور ادامه خواهد داشت و کارفرمایان از این پس نمیتوانند به گونه غیر قانونی از کارمندان بهره گیری کنند. وزارت کار امور اجتماعی همچنان از آغاز کار روی مقرره بازنشستگی کارمندان رسانه‌ای غیر دولتی نیز خبر می‌دهد. که به اساس این مقرره کلی افرادی که در سکتورهای خصوصی یا نهادهای خصوصی کار می‌کنند، اینا هم شامل سیستم تقاعد میشه که به اساس از این مقرره باز اینا ماهوار از معاششون فیصدی مشخصی که در نظر هست به نام تقاعد گردانده میشه تا اینکه در ختم کار از اینا به عنوان معاش تقاعد بر زنا پرداخته میشه. بر بنیاد معلومات وزارت کار امور اجتماعی همکنون بیش از 333,000 کارمند ملکی در نهادهای دولتی و غیر دولتی در سراسر کشور مشغول کار هستند. در همین حال برخی از کارمندان رسانه‌ای غیر دولتی از این اقدام تازه وزارت کار استقبال میکند، اما تطبیق آن را به دیده شک مینگرند. در دول ډیر اقدامونه شوې دي، بیلا بیل اورګانو لوري، خصوصا د اطلاعات او کلتور وزارت لوري، خو دې کم ځای نه دی نیولای. خو بیا هم هیلمن يم چې دغه کار د کار ټولنیز چار وزارت تر یو ځای پورې عملی شي. از سوی دیگر وزارت اطلاعات و فرهنگ خبر میدهد که مقرره مسئولیت کاری خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای نیز به زودی عملی خواهد شد. دیگر این مقرره مدت ها پیش از طرف ما آماده شد، کمیسیون موظف با افراد فنی در بارش کار کردند و به وزارت عدلیه سپرده شد و وزیر عدلیه وعده کرده که تا می آخر بهار، تا آخر بهار ماه دیگه است که جوزا، این طرح کارش تمام میکنه و به شورای وزیرها بر تصویب میاریشه. افغانستان در سال 1934 میلادی عضویت سازمان بین المللی کار را کسب نموده که بر بنیاد آن مکلف به رعایت قانون کار بین المللی می باشد. اما گفته می شود تا کنون دولت افغانستان قادر به تطبیق حداقل 50% این قانون در کشور نشده است.
برنامه خبری این ساعت ما در همین جا به پایان رسید. از توجه و همراهیتان تشکر. خداوند نگهدارتان.